بانو زویا پیرزاد، نویسنده و مترجم، در سال 1331 در شهر آبادان به دنیا آمد. تحصیلات خود را در آبادان سپری کرد. پس از اتمام تحصیلات به تهران رفت. او نیز مانند بسیاری از نویسندگان کار خود را با ترجمه آغاز کرد. از اولین آثار او در حوزه ترجمه میتوان به کتاب آلیس در سرزمین عجایب نوشته لوئیس کارول و مجموعه ای از هایکوهای آسیایی در قالب کتاب آوای جهیدن قوک اشاره کرد. پیرزاد در دهه 70 تصمیم گرفت دنیا را از زاویه دید خود بنویسد. به همین دلیل با داستان کوتاه پا به دنیای نویسندگی گذاشت. او در سال 1370، 76 و 77 سه داستان با نام‌های مثل همه عصرها، طعم گس خرمالو و یک روز مانده به عید پاک را منتشر کرد. او نگارش اولین رمان خود را در سال 1380 آغاز کرد. چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم، اولین رمان بلند او مورد توجه مخاطبین بسیاری قرار گرفت و توانست جوایز مهم ادبیات ایران را از آن خود کند. اغلب آثار زویا پیرزاد درباره زنان است. او در کتاب‌های خود به نقش زنان در جامعه و تأثیری که آنها می‌توانند در نهاد خانواده و جامعه بگذارند پرداخته است. جایزه پکا، جایزه بنیاد هوشنگ گلشیری و لوح تقدیر جایزه ادبی یلدا از جوایزی هستند که او به خاطر رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم دریافت کرده است. این کتاب به زبان‌های آلمانی، فرانسوی، انگلیسی و ترکی ترجمه شده است. زویا پیرزاد اکنون ساکن آلمان است و این روزها نیز همچنان به ترجمه و نوشتن مشغول است.